رفراندوم جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 سلطه روحانیت شیعه تحت عنوان ولایت فقیه را بر ایران هموار کرد. با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد همان سال و افزودن اصل ولایت فقیه، این سلطه قانونی شد، چرا که همه قدرت و اختیارات حکومتی را بدون تاریخ انقضا و بدون مسئولیت و پاسخگویی به یک آخوند شیعه واگذار می‌کرد، اصلی که در پیشنویس‌های قانون اساسی وجود نداشت. در پیشنویس اول قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بود و از ولایت فقیه خبری نبود. پس از مرگ محمود طالقانی، عضو برجسته خبرگان که با این اصل مخالف بود، حسین علی منتظری و محمد بهشتی از حامیان اصلی خمینی در خبرگان این اصل را به رأی گذاشتند. قانون اساسی که ما الان داریم، این خب تو چند مرحله نوشته شده. یک پیشنویس قانون اساسی وجود داشت که ظاهراً همون بهار سال 58 کسانی مثل آقای کاتوزیان، لاهیجی و کسان دیگه‌ای که افراد شاید بشه گفت ملی مذهبی بودن، اینها حسن حبیبی، اینها تهیه کرده بودند. خب اصل ولایت فقیه در اونجا نبود، اینها ظاهراً نسخه شاید اولیه اون حسن حبیبی بر اساس قانون اساسی آن زمان فرانسه مون تا اینو اسلامیزه کرده بود، یعنی اون سکولاریسمشو برداشته بود اسلامی کرده بود یه مقدار و اینها، ولی خبری از اصل ولایت فقیه نبود. در آن برهه که تنها چند ماه از انقلاب میگذشت و احزاب و گروه‌های سیاسی سکولار فعال بودند و اعتراضاتشان بر تصمیمات حکومت مؤثر بود، چرا مانع از تصویب چنین ماده‌ای نشدند؟ زمان انقلاب حوزه ها و تکایا و مساجد و حسینی ها همه توسط آخوندها کنترل می شدند، یا کسانی که حالا ممکن بود مکلا باشند ولی تفکر آخوندی بوده مثل مؤتلف اسلامی، در نتیجه اینگونه اون موقع غالب بودند و تفکرم تفکری بود که باید پیروی مطلق از خمینی بکنند و خمینی نقش بسیار بارزی داشت. خمینی درست است در آغاز مخالف بود ولی در ادامه موافقت کرده. وقتی از شورای انقلاب این پیشنهاد آمد، خمینی پشتش گرفته که تصویب بشه. بنابراین در اون شرایطی که خمینی قدرت مطلق بود و فضای عمومی هم دست همین حوزه ها و مساجد حسینی ها بود و تفکر آنگونه و اسلامی بود و همینطوری شناختی وجود نداشت که معنی این چی است، دقیقاً چه کار، چگونه میخواد اتفاق بیفته، تصویر شد در آن فضا. به گفته ناصر کاتوزیان، در خبرگان قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور گرفته شد اما مسئولیت‌هایش باقی ماند و همین باعث تضاد درون حکومت شد. در بهمن 1358 ابوالحسن بنی صدر از مخالفان اصل ولایت فقیه در خبرگان به عنوان نخستین رئیس جمهور اسلامی آغاز به کار کرد، اما حزب حکومتی جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای با وجود اکثریت ضعیفی که در مجلس اول داشت، مانع از تعیین نخست وزیر مورد نظر بنی صدر شد و محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر به بنی صدر تحمیل کرد. خمینی هم جانب حزب جمهوری اسلامی را گرفت. ریاست جمهوری محمد علی رجایی پس از برکناری بنی صدر کمتر از یک ماه بود. سپس علی خامنه ای رئیس جمهور شد. او هم در تعیین نخست وزیر دلخواه ناکام ماند و مجلس به اشاره خمینی به نخست وزیری میر حسین موسوی رأی داد. خامنه ای در دور دوم ریاست جمهوری هم نتوانست از نخست وزیر تحمیلی و مطلوب خمینی رها شود و پس از جدال دو ماهه با رهبر تسلیم فرمان فراقانونی خمینی شد. خمینی پیش از مرگ در 4 اردیبهشت 68 با انتصاب هیئتی فرمان بازنگری قانون اساسی به ویژه تمرکز در قوه مجریه را صادر کرد.
با مرگ خمینی و تعیین خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، هاشمی رفسنجانی اولین رئیس جمهور بدون نخست وزیر در ایران شد. اما جدال میان رهبر و رئیس جمهور شدت بیشتری یافت. پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری 76 به مناقشه میان رئیس دولت با رهبر دامن زد. فروپاشی شوروی نگرانی خامنه ای را بیشتر کرده بود. اولا اشتباهشون این است که آقای خاتمی گورباچف نیست. اشتباه دومشون این است که اسلام کمونیسم نیست. اشتباه سومشون این است که نظام مردمی جمهوری اسلامی نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، فرد مورد نظر رهبر انتظار می‌رفت اختلافات میان رهبر با رئیس دولت پایان یابد، برعکس شدت یافت. بر کناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و مخالفت خامنه‌ای با آن باعث شد احمدی نژاد 11 روز خانه نشین شود. او پس از تهدید به برکناری تسلیم خامنه‌ای شد. اختلاف و تنش رهبر با حسن روحانی بر سر مسائل گوناگون از جمله رابطه با آمریکا ادامه یافت و حتی ابراهیم رئیسی در آخرین سخنرانیش در جلسه هیئت دولت گفت: پیمان خودم هستش با خداوند متعال که من خلاف خواست رهبری که عبارت باشه از ترک کردن موضوعی که درش زمینه اختلاف قوا باشه، من مطرح نکردم، تا کنون مطرح نخواهم کرد، به خاطر اینکه این مشهب منه. خیلی هم تو این قضیه تحت فشار هم روحی هستم که آقا این مطلب برای تو روشنه. در چنین ساختاری آیا امکان حل این تناقض وجود دارد؟ تناقض موجود به نظر من تا این قانون اساسی هست و این قانون اساسی چنان که اشاره کردم اگه عوض نشه یا کلن که نگذاشته بشه یا اینکه اصلاح ساختاری بشه، این از بین نمیره. ولی بگم یه چیزی رو هم ربط بدم به مسئله جنبش زن زندگی آزادی. ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامی هستش که تغییری اگرم تو سیاستاش بده نمیاد اعلام کنه قبلش، یا مثلا نمیاد شکستش رو قبول کنه. حالا اینجا شما میتونید بگین شیوه های مرد سالاری، شیوه های سنتی، اصلا شیوه های آل دیکتاتوری، هرچی، ولی این هست. ولی در این حال یه جاهای چرخش هایی هم میکنه و حتی تأثیر میگیره از جنبش های اجتماعی بدون اینکه اینو به زبان بیاره رسما اعلام کنه. رهبر معتقد است رئیس جمهور باید بتواند کشور را با وجود ادامه دشمنی با آمریکا، اسرائیل و غرب اداره کند. برای برون رفت از این بن‌بست چه راهکاری وجود دارد؟ تحول کلان به وجود بیاره در کلیت نظام جمهوری اسلامی و این تحول کلان از طریق یک رفراندوم باید انجام بگیره، قانون اساسی رو باید عوض بکنن. مرگ ابراهیم رئیسی و افزایش احتمال مرگ خامنه‌ای در آینده نزدیک این گمان را تقویت کرده که وقوع یک جنبش اعتراضی بزرگ میتواند بستری برای تغییر در ساختار قدرت در ایران فراهم آورد.